در ادامه اقدامات دولت در بهره برداری از پروژه‌های عمرانی، حسن روحانی روز پنجشنبه در آیین بهره برداری از 3 پروژه زیربنایی دیگر در وزارت نیرو، ابراز سخنان ناامیدکننده و تخریب روحیه مردم را بالاترین خیانت به ملت ایران دانست و با اشاره به اینکه مردم در وسط میدان جنگ با آمریکا و اسرائیل هستند گفت: در حال حاضر موقعیت برای بیان سخنان ناامیدکننده مناسب نیست. وی بار دیگر مشکلات موجود در کشور را به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ایران عنوان کرد و با بیان این موضوع که همه باید به هم کمک کنند، دولت را در صف اول میدان مبارزه عنوان کرد و گفت: کسانی که نسبت به دولت ایراد و نقد دارند، حتما خدمات دولت را هم مد نظر قرار دهند. وی همچنین گفت: فراموش کردن خدمات با انصاف و اخلاق سازگاری ندارد. حسن روحانی در بخشی از اظهاراتش بهره برداری از خط انتقال آب از خلیج فارس به فلات ایران را یک طرح افتخارآمیز، بزرگ و ماندگار از دولت تدبیر و امید عنوان کرد و با اشاره به اینکه احتمالاً طی هفته‌های آتی بهره برداری از طرح شیرینسازی آب خلیج فارس و انتقال آن به فلات مرکزی ایران آغاز می‌شود گفت: این طرح در کنار طرح احیای دریاچه ارومیه از طرح‌های بزرگ در دولت تدبیر امید است. این اظهارات حسن روحانی در حالی عنوان می‌شود که سال‌هاست تمامی کارشناسان محیط زیست و کارشناسان اجتماعی و فرهنگی نسبت به این اقدام دولت در خصوص انتقال آب از خلیج فارس به مرکز فلات ایران هشدار داده و با بیان این موضوع که این راه حل موقتی تا زمانی که دولت برنامه‌های بلند مدتی برای مدیریت آب در کشور نداشته باشد، جز هدر دادن منابع نتیجه دیگری برای کشور ندارد، نسبت به انجام آن بارها هشدار دادند. دولت از اجرای طرح شیرینسازی آب خلیج فارس و انتقال آن توسط بخش خصوصی خبر داده و گفته است که دولت و صندوق در این خصوص تنها حمایت کردند، اما انتقال آب و شیرینسازی به عهده بخش خصوصی بوده است. لازم به ذکر است که بخش خصوصی که دولت حسن روحانی از آن به عنوان مجری انتقال آب خلیج فارس یاد می کند، قرارگاه خاتم و واحدهای عمرانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که تقریبا تمامی پروژه‌های آبی در کشور توسط این نهاد انجام می‌شود و به گفته که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران به علت مدیریت نامناسب بر منابع آبی در کشور و بهره برداری نامناسب از منابع آبی و همچنین توسعه پروژه‌های آسیب رسان به منابع آبی و محیط زیست اصلی ترین و مهمترین نابود کننده منابع آبی و محیط زیست در کشور هم هست. در ادامه واکنش ها به اظهارات تند زنوری در خصوص تمایل مردم به اعدام حسن روحانی که واکنش صریح آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حسن روحانی را به دنبال داشت، انتقاد گروه های تندرو در مجلس نسبت به این اظهارات نیز همچنان ادامه دارد. میر تاج الدینی از نمایندگان اصولگرای مجلس وابسته به جبهه پایداری با بیان این موضوع که در انتقادها باید حرمت افراد حفظ بشود تاکید کرد: در انتقاد و نحوه بیان انتقاد باید شأن و حرمت افراد حفظ شود. وی با بیان این موضوع که خود وی با احترام حرف خود را بیان می کند و عموم دیگر نمایندگان همچنین روی کردی دارند اظهار داشت: اگر گاهی یکی تندی کند، نباید این را به حساب کل مجلس گذاشت. وی همچنین با اشاره به تازه کار بودن مجلس با بیان این موضوع که مجلس تازه کار مجلسی پویا و پرتحرک است اظهار داشت: چنین مجلسی نمی تواند یک مجلس بی‌حاشیه باشد. وی افزود: در چنین شرایطی ممکن است حواشی هم وجود داشته باشد و فردی عجله یا تندی هم بکند. تاج الدینی در این حال با بیان این موضوع که مردم در فشار اقتصادی شدیدی قرار دارند، به تورم، رکود اقتصادی شدید، بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات ارزی به عنوان مشکلاتی که مردم با آنها درگیر هستند اشاره کرد و با اشاره به اینکه عوامل ایجاد کننده اینها برای مردم به درستی و شفاف تبیین نمی‌شود، بخشی از مشکلات را مربوط به دولت دانست
و از انتقاد مجلس علیه دولت به خاطر حمایت از مردم و مشکلاتی که با آنها دست به گریبان هستند دفاع کرد. وی با اشاره به 10 برابر شدن مشکلات اقتصادی مردم اظهار داشت: وقتی مردم ناراضی هستند، این نمایندگان هستند که باید به زبان مردم تبدیل شوند و مشکلات مردم را بیان کنند و از دولت انتقاد کنند. این نماینده اصولگرای مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش با دفاع از عملکرد مجلس در خصوص تخصیص یارانه معیشتی به دهک‌های پایین جامعه و اختصاص 120 هزار تومان به ازای هر فرد به این گروه درآمدی را یکی دیگر از اقدامات مجلس عنوان کرد و از اقدام مجلس به خاطر اینکه در این شرایط سخت چنین راهکاری را در مواجهه با شرایط سخت اقتصادی کشور به کار گرفته است دفاع کرد. این دفاع از عملکرد مجلس در تخصیص یارانه معیشتی به مردم که بار مالی شدیدی را به دولت تحمیل خواهد کرد، در شرایطی عنوان می شود که حداقل‌های درآمدی نیز در اختیار دولت قرار ندارد و دولت برای گذراندن امور اقتصادی روزمره خود و تأمین بودجه ماهانه و جبران کسری بودجه دائمی خود ناگزیر به فعالیت سفته‌بازی در بازار و نوسان‌گیری از بازارهای سرمایه‌ای در کشور روی آورده است. دولت برای جبران کسری بودجه سال هاست که از طریق جمع‌آوری منابع سرمایه‌ای مردم کسری بودجه خود را جبران می کند و در مواردی منابعی را که می خواهد پرداخت کند از خود مردم می گیرد و از طریق دیگری به خود مردم پرداخت می کند و ارزش افزوده‌ای در اختیار ندارد که بخواهد آن را برای تأمین مشکلات معیشتی مردم به کار گیرد. این در حالی است که تاج‌الدینی در دفاع از عملکرد مجلس در تصویب پرداخت یارانه معیشتی به مردم ضمن تایید این موضوع که این اقدام بار مالی سنگینی به دولت تحمیل خواهد کرد اظهار داشت: هر کار بزرگی بار مالی دارد و نمی‌شود بدون بار مالی مشکل مردم را حل کرد. وی در این حال با اشاره به موانع قانونی که در این خصوص وجود دارد اظهار داشت: مجلس منع قانونی را حل می‌کند. این در حالی است که مجلس نباید به عنوان قانون شکن در سطح عمومی جامعه مطرح شود که هرگاه منع قانونی برای انجام مصوبات مجلس وجود دارد، با دور زدن قانون و رفع این موانع حرف خود را پیش ببرد. موانع قانونی برای ایجاد محدودیت در مقابل عملکرد دولت یا مجلس ایجاد شدند و ملاحظاتی در طرح آنها مد نظر بوده که باید توسط گروه‌های بعدی، چه دولت و چه مجلس، مورد ملاحظه و مراعات قرار بگیرد. مجلس ملزم به مراعات قوانین است و وظیفه دارد که با رعایت موازین قانونی خواسته‌ها و مصوبات خود را پیش ببرد و اساساً کارکرد مجلس دفاع از قوانین و در صورت نیاز تصویب قوانین جدید است، نه اینکه خود به ناقض قانون تبدیل شود و برای پیشبرد اهداف و مصوبات خود قانون را دور بزند. در حالی که واکنش‌ها و انتقادها از برگزاری مراسم بیعت در شهر مشهد که با حضور رائفی پور در این جشن برگزار شد همچنان ادامه دارد و بسیاری با انتقاد از این تجمع نسبت به بحرانی تر شدن و وخیم تر شدن شرایط و تأثیر مستقیم این مراسم در تشدید بیماری در شهر مشهد به خاطر سرعت انتشار مبتلایان به کرونا هشدار دادند، رائفی پور ضمن دفاع از حضور خود در این تجمع با اشاره به اینکه این تجمع با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شده است اظهار داشت: در هنگام برگزاری تجمع به مناسبت جشن بیعت، هم فاصله گذاری اجتماعی و هم استفاده از ماسک به عنوان دو پروتکل مهم مورد توجه قرار گرفته و مراعات شده است. اظهارات رائفی پور در حالی عنوان می شود که این عملکرد و پروتکل نادرست که مردم را از کرونا محافظت نمی کند توسط خود وزارت بهداشت و به طور خاص ستاد ملی مقابله با کرونا در هنگام برگزاری مراسم ماه محرم به جامعه معرفی شده است و با صدور مجوزهایی که از طریق ستاد مقابله با کرونا صورت گرفت، این خود وزارت بهداشت و ستاد بود که این تصور نادرست را در بین مردم تقویت کرد که تنها با استفاده از ماسک و رعایت 1 صندلی فاصله می توان در هر تجمعی شرکت کرد.
این در حالی است که تمامی کارشناسان تأکید دارند در تجمع‌ها و در شرایطی که ازدحام جمعیت وجود دارد و افراد زیادی در یک مکان تجمع کردند، هیچ کدام از این دو روش به طور کامل از افراد در مقابل ابتلای به کرونا محافظت نمی کند. آنچه که رائفی پور به عنوان پروتکل‌های بهداشتی برای برگزاری جشن بیعت به آن اشاره می‌کند، دقیقاً همان پروتکل‌هایی است که خود وزیر به عنوان پروتکل‌های دقیق همین یک ماه قبل به جامعه معرفی کرده است. این در حالی است که برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر کرونا، باید همچنان از شرکت در تجمعات و برگزاری تجمعاتی که ازدحام جمعیت به شدت به انتشار بیماری دامن می‌زند خودداری شود. این اظهارات رائفی پور در این حال در شرایطی مطرح می شود که جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با صدور دستوری ضمن هشدار دادن به خطرات تلفات انسانی کرونا، آن را یک هشدار ملی عنوان کرده و تاکید کرده است که مردم انتظار داشتند که نسبت به رعایت دستورالعمل‌ها اقدامات سریع و به موقع انجام شود. وی در این دستور از رحمانی فضلی، فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا خواسته است که عوامل اجتماع غیر مسئولانه در استادیوم مشهد شناسایی و با آنها برخورد قانونی شود. این دستور معاون اول رئیس جمهوری در حالی خطاب به وزیر کشور صادر شده که خاطی اصلی برگزاری این تجمع‌ها خود ستاد ملی مقابله با کرونا است که در کمتر از دو ماه قبل مجوز برگزاری چنین تجمع‌هایی را در ماه محرم صادر کرد و با ارائه پروتکل‌های ناقص زمینه‌ساز تشکیل این تجمعات و دفاع از آنها توسط برگزارکننده‌ها به بهانه رعایت پروتکل‌های بهداشتی شد. علاوه بر این، وزیر کشور که کنترل نیروی انتظامی را در اختیار دارد، می توانست با متخلفان این برنامه برخورد کند که سخنگوی وزارت بهداشت آن را جنایت خوانده بود. به گزارش رسانه‌ها، اختلاف بین شورای شهر و شهرداری تهران بعد از بحران کرونا افزایش یافته و دولت نیز توجهی به آن ندارد و به شورا اهمیتی نمی‌دهد. در این میان، اختلاف در مورد دادن مجوز به ساختمان ریاست جمهوری منجر به ندادن مجوز به پیروز حناچی شهردار تهران برای حضور در جلسات کابینه شد. به یکنون تصمیم به سکوت گرفته و برخلاف محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران که اهل اظهار نظر و بیان رسانه‌ای اختلافات است، سعی کرده در این مورد سخن نگوید. محسن هاشمی در حاشیه برگزاری جلسه این شورا در مورد مقابله با کرونا از ستاد مبارزه با کرونا درخواست کرد که تهران را دو هفته تعطیل اعلام کنند، ولی این ستاد هیچ توجهی به پیشنهاد شورا نکرد. محسن هاشمی معتقد است چون شرایط اقتصادی مطلوب نیست، دولت اقتصاد را به سلامت مردم ترجیح داده و اگر اقتصاد وضعیت بهتری داشت، دولت به سلامت مردم توجه بیشتری می‌کرد. هاشمی همچنین دیروز در مورد حمل و نقل عمومی شهر تهران که بر اساس قانون مصوب مجلس دولت موظف شده کل هزینه‌های توسعه مترو و حتی بهره برداری را بپردازد، انتقاد کرد که از 500 میلیارد تومان سهم دولت برای یارانه بلیت مترو فقط 9 میلیارد تومان کمتر از 2% پرداخت شد که این موضوع در دوران کرونا خود را نشان داد و اتوبوس‌ها همچنان مملو از مسافران بود و مشخص شد در دولت روحانی بعد از 7 سال حتی یک اتوبوس هم به تهران تحویل داده نشده است. محمد جواد حق‌شناس، یکی دیگر از اعضای شورای شهر، در فروردین ماه در صحن شورا نیز مدعی شد آمار کرونا شفاف نیست. وی معتقد بود آمار فوتی‌های بهشت زهرا که زیر نظر شهرداری تهران است با آمار اعلامی دولت متفاوت است و با این دید که نباید مردم نگران شوند، نمی‌توان آمار واقعی را بیان نکرد. حق‌شناس به دلیل این اظهار نظر به دادسرای کارکنان دولت احضار شد و محسن هاشمی هم مدتی بعد اعلام کرد که آمار ابتلا به کرونا بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلامی است و زهرا نژاد بهرام، یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران، پیشنهاد اجباری شدن ماسک در وسایل حمل و نقل عمومی را مطرح کرد اما ستاد مدیریت کرونا نپذیرفت. شورای شهر تهران همچنین با بازگشایی زود هنگام در فروردین و اردیبهشت مخالفت کرد، اما دولت به این مخالفت توجهی نکرد.
تمام این مسائل باعث شد که کشمکش‌های رسانه‌ای اعضای شورای شهر با دولت و ستاد مدیریت کرونا تا امروز هم تداوم داشته باشد. شاید یکی از دلایل اختلافات حضور نداشتن حتی یکی از اعضای شورای شهر تهران در ستاد مدیریت مقابله با کرونا است که دلیل مشخصی هم ندارد. چرخش‌های سیاسی حسن روحانی باعث شد اصلاح طلبان از دولت فاصله بگیرند. اختلافی که در میان اعضای شورای شهر و دولت نیز دیده شد را می‌توان در این راستا دید. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از برخی منابع آگاه، کاخ سفید قصد فروش 50 جنگنده F-35 به امارات را دارد و واشنگتن و ابوظبی امیدوار هستند که پیش از 2 دسامبر آینده به عنوان روز ملی این کشور قرارداد را نهایی کنند. این در حالی است که کمیته‌های روابط خارجی در 2 مجلس کنگره آمریکا، یعنی سنا با اکثریت جمهوری‌خواه و نمایندگان با اکثریت دموکرات، قرارداد فروش جنگنده‌های مذکور به امارات را بررسی خواهند کرد و از توانایی لازم برای جلوگیری از نهایی شدن آن برخوردار هستند. در این میان الیوت انگل، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور، به کنگره اطلاع داده که با قرارداد فروش جنگنده‌های پیشرفته و چند منظوره F-35 ساخت شرکت لاکید مارتین به امارات موافق است. این عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در این باره تاکید کرد که فروش جنگنده‌ها به امارات می‌تواند باعث تغییر نظامی بزرگی در منطقه خلیج فارس شود و بر توازن نظامی میان اسرائیل و کشورهای منطقه تأثیر بگذارد. انگل در ادامه افزود صادرات این جنگنده نیازمند تفکر دقیق است و کنگره نیز باید همه پیامدهای آن را تجزیه و تحلیل کند. شتاب زدگی در انجام چنین فرایند فروشی به نفع هیچ کسی نیست. در همین حال یک مسئول در وزارت امور خارجه آمریکا ضمن خودداری از تایید قرارداد فروش جنگنده‌ها به امارات تأکید کرد که این وزارتخانه در رابطه با ابلاغیه‌های ارسالی به کنگره اظهار نظر نمی‌کند. یادآور می‌شود که اسرائیل همواره مخالف اقدام واشنگتن در فروش جنگنده‌های پیشرفته به کشورهای عربی بوده، ولی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این مورد مخالفتش را کنار گذاشته است. به گزارش CNN، ژرار دارمانن، وزیر کشور فرانسه، ظهر روز پنجشنبه اعلام کرد که در شهر ساحلی نیس در جنوب شرق این کشور یک عملیات امنیتی در جریان است. به گزارش CNN، در نزدیکی کلیسای نوتردام در شهر نیس یک حمله با سلاح سرد انجام شده و به دنبال آن نیز یک نفر دستگیر شده، در حالی که شهردار این شهر تاکید کرده که به باور وی حمله مذکور یک عملیات تروریستی می باشد. منابع امنیتی این کشور نیز گفتند عامل حمله شهر نیس یک مرد می باشد که با حمله به وسیله سلاح سرد در این شهر 3 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته و به دنبال آن نیز عامل حمله زخمی شده و به بیمارستان انتقال یافته است. در این میان همچنین یک فرد در شهر آوینیون در فرانسه با سلاح سرد به پلیس حمله کرد که توسط پلیس به قتل رسید. گزارش ها حاکی از این است که فرد مهاجم از اعضای یک جریان راستگرای افراطی بوده و عابران پیاده را با چاقو تهدید کرده است. همچنین در تحول دیگر یک فرد با سلاح سرد با حمله به کنسولگری فرانسه در شهر جده عربستان نگهبان این ساختمان را زخمی کرد و سخنگوی پلیس منطقه با اعلام این خبر گفت که یک شهروند عربستانی پس از حمله به نگهبان کنسولگری فرانسه در جده بازداشت شده است. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود اعلام کرد که سفیر ایران را در ارتباط با پرونده محاکمه مجدد نازنین زاغری که همکنون در بازداشت خانگی است به وزارت امور خارجه بریتانیا احضار کرده است. در این بیانیه آمده است حمید بعیدی نژاد در پی انتشار گزارش‌ها مبنی بر فراخوانده شدن مجدد نازنین زاغری راتکلیف به دادگاه
احضار شده است. توماس درو، مدیر دفتر امور خاورمیانه‌ای وزارت خارجه بریتانیا میگوید که در دیدار با سفیر ایران در این کشور، ضمن اعلام نگرانی عمیق درباره روند پرونده نازنین زاغری، خواستار پایان دادن ایران به بازداشت‌های خودسرانه شده است. نازنین زاغری رتکلیف تبعی ایرانی بریتانیایی به اتهام اخلال و شبکه‌سازی برای اجرای اهداف بیگانگان در ایران بیش از 4 سال است که بازداشت شده است. بازار داغ نظرسنجی ها در آخرین روزها و ساعات باقی مانده تا پایان انتخابات ریاست جمهوری امریکا هر روز داغ‌تر می شود. هر روز چندین نظرسنجی جدید از سوی مؤسسات مختلف آمارهای تازه تری را ارائه می دهند. کمتر کسی است که در فضای سیاسی امریکا این نظرسنجی ها را دنبال نکند، حتی اگر از ته دل نسبت به آنها شک و تردید داشته باشد. آنچه در انتخابات سال 2016 اتفاق افتاد، تردیدها نسبت به این نظرسنجی ها را بیشتر کرده، هرچند هنوز هم داده های آماری این نظرسنجی ها برای خوانندگان وسوسه انگیز است. با این حال در طی 4 سال گذشته و به ویژه در انتخابات اخیر، مؤسسات نظرسنجی تلاش کردند تا به روش ها و ابتکارات تازه میزان خطا و اشتباهات خود را کاهش دهند. اکنون اغلب مؤسسات نظرسنجی تلاش می کنند آن بخش از لایه های اجتماعی جامعه امریکا را که 4 سال پیش مد نظر نداشتن یا جدی نگرفتن جدی بگیرند و تا آنجا که ممکن است همه عوامل تاثیرگذار بر نتایج نظرسنجی را ردیابی و محاسبه کنند. دشواری و اهمیت کار این مؤسسات نظرسنجی در چند ایالت که معروف به ایالت‌های چرخشی هستند بیشتر است و روزهای پیش رو نه تنها آزمون بزرگی برای 2 نامزد انتخابات ریاست جمهوری محسوب می شود، بلکه آزمون مهمی هم برای این مؤسسات نظرسنجی است. در واقع آنها باید در طی روزهای آینده اعتبار تلاش‌ها و تحقیقات خود را اثبات کنند. با در نظر گرفتن همه این نقدها و حواشی که پیرامون نتایج این مؤسسات نظرسنجی وجود دارد، هنوز هم داده‌های این مؤسسات محل ارزیابی تحلیلگران، رسانه‌ها و حتی کمپین‌های 2 نامزد است. در همین راستا روز 5 شنبه دانشگاه مونمونتس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی خود را در ایالت کلیدی و حساس فلوریدا منتشر کرد که در قیاس با نتایج دیگر مؤسسات نظرسنجی تفاوت چشمگیری دارد. در حالی که اغلب نظرسنجی‌های صورت گرفته در این ایالت حکایت از یک رقابت نزدیک و تنگاتنگ میان 2 نامزد دارد، اما دانشگاه مانمونس در نتایج منتشر شده خود که روز 5 شنبه آنها را ارائه کرده مدعی است جو بایدن در این ایالت سرنوشت ساز با 5 امتیاز از پرزیدنت ترامپ پیشی گرفته، ایالتی که در دوره‌های قبل هم رقابت در آن با نوسان حدود 1% همراه بوده است. نشریه هیل به نقل از دانشگاه مونمونس می نویسد جو بایدن توانسته در این ایالت و در میان اسپانیایی تبارها سهم بیشتری را به خود اختصاص دهد. بر اساس این نظرسنجی بایدن همچنین در میان زنان با فاصله رأی 15% از آقای ترامپ پیش است، در حالی که آقای ترامپ در میان سفید پوستان برتری عددی دارد. پاتریک موری، مدیر انستیتوی نظرسنجی دانشگاه مونمورس میگوید به نظر میرسد بایدن از پشتیبانی کافی در میان اسپانیایی تبارها برخوردار است و به طور بالقوه نظر رأی دهندگان جوان را جلب کرده است. در میان سالمندان اما آقای ترامپ با 4% از جو بایدن پیشی گرفته. با این همه در این ایالت 49% انتظار پیروزی آقای ترامپ را دارند و 41% پیروزی بایدن را پیش بینی می کنند. نشریه هیل می نویسد در 2 انتخابات گذشته اختلاف آرا در این ایالت حدود 1% بوده. بر روی باید گفت حساسیت در این ایالت آن اندازه بالاست که به نوعی باید به فلوریدا لقب ایالتی را داد که رئیس جمهور
تعیین می کند. از همین روز که هر دو نامزد روز پنج شنبه در این ایالت برای آخرین تلاش ها حضور دارند.